سرخط خبرها علی باغری درباره پیشرفت مذاکرات به نمایندگان چه گفت؟ قارت بیش از چهل میلیون دلار نفت یمن توسط اطلاف سعودی خدا به داد مردم اوکراین برسد پوتین به این دیوانه موشک بالستیک می میدهد و یونان نفکش حامل نفت ایران را آزاد کرد. سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. علی باغری درباره پیشرفت مذاکرات به نمایندگان چه گفت؟ سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی با اشاره به جلسه ای امروز این فراکسیون با رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته‌ای گفت که علی باغری در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند پیشرفت مذاکرات بیان کرد که سفر مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ابتکار شکلی در روند مذاکرات و نه محتوایی بود محمد علی بونسنی بند پی در گفتگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز فراکسیون مستقلین ولایی با علی باغری رئیس تیم مذاکره کننده هستهای گفت فراکسیون مستقل ولایی طبق روال هر یک شنبه جلسه ای را تشکیل داد که این بار مهمان جلسه آقای باغری معاون سیاسی وزیر خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده بود ایشان گزارشی از وضعیت مذاکرات و روند پیشرفت آن را ارائه کرد وی افزود همچنین آقای باغری اشاره ای به موضوع سفر مسئول سیاست خارجی اتحادی اروپا ارائه کرد و اعضای فراکسیون هم دغدغه و نگرانی‌هایشان درباره مذاکرات برجام را بیان کردند از جمله آن میتوان به موضوع فرسایشی شدن برجام و ارتباط بین تحریم ها و مذاکرات با تورم و معیشت مردم و نگرانی ها از ایفای نقش بخشی از واسطه ها در روند مذاکرات بیان کردند اینکه موضوع مذاکرات باید مبتنی بر حفظ منافع مردم و در نظر گرفتن خطوط قرمز نظام باشد وی افزود آقای باغری درباره فرسایشی شدن مذاکرات هم تلویحا این موضوع را پذیرفت اما خاطر نشان کرد که روند مذاکرات تحت کنترل هیئت مذاکره کنند است درباره نقش واسطه های مذاکرات هم بیان داشت که آنها دنبال منافع خود هستند محسنی بند پی گفت که در نهایت در این جلسه باغری درباره زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات پاسخ شفافی نداد. از فراکسیون این موضوع را مطرح کردند که باید به طور شفاف مشخص شود که کی تکلیف برجام مشخص می شود. اما آقای باغری گفت که مذاکرات دو طرف دارد و طرفین باید با هم به توافق برسند. در نهایت هم آقای باغری به این نکته اشاره داشت که سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابتکار شکلی و نه محتوایی در روند مذاکرات است و ارتباطی به محتوای برجام ندارد قارت بیش از چهل میلیون دلار نفت یمن توسط اطلاف سعودی یک منبع یمنی از ادامه قارت نفت این کشور توسط اطلاف متجاوز سعودی اماراتی خبر داد و گفت که 400 هزار بشک نفت به یغما رفت این منبع به خبرگزاری رسمی یمن سبا گفت که یک کشتی خارجی پس از اینکه 400 هزار بشک نفت خام یمن را غارت کرد امروز بندر رزوم در استان شبرا شب ترک کرد به گفته این منبع این کشتی چند روز پیش از امارات حرکت کرده و وارد بندر رزوم شده بود ارزش نفت این کشتی بالغ بر 43 میلیون و 640 هزار دلار است یعنی 49 میلیارد ریال یمن این منبع خاصه نشان کرد قارت نفت خام یمن در ادامه قارت سازمان یافته منابع این کشور توسط اطلاف متجاوز است و جامعه بین الملل باید در توقف قارت منابع یمن نقش خود را ایفا کند. این در حالی است که دو هفته پیش نیز یک کشتی از بندرگاه الشهر در هزرموت بیش از دو میلیون بشک نفت خام یمن را قارت کرد. خدا به داد مردم اوکراین برسد پوتین به این دیوانه موشک بالستیک هسته ای می دهد. پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با لوکاشنکو همتای بلاروس خود وعده یه تحویل سامانه موشکی اسکندر امرادات که قابلیت حمل کلاهک اتمی را دارد. روسیه شهر سیبر و دونسک واقع در شرق اوکراین را به طور کامل تصرف کرد. به گزارش دویچه وله پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار خود با الکساندر لوکاشنکو در سن پترزبورگ گفت که ارتش بلاروس دارای تعداد زیادی جنگنده سوخا 25 است که باید مدرنیزه شوند تا این جنگنده ها بتوانند سلاح های اتمی نیز حمل کنند لوکاشنکو در این ملاقات گفت که نگران سیاست های تهاجمی کشورهای همسایه لیسوانی و لهستان است و از رئیس جمهوری روسیه می خواهد که به آن پاسخ متقارن بدهد لوکاشنکو حدود یک ماه پیش نیز تمایل خود را برای خرید سیستم های تسلیحاتی قدرتمند و مدرن روسیه از جمله سامانه پدافند هوایی s 400 ابراز کرده بود. موشک های اسکندر ام تا 500 کیلومتر برد دارند. این موشک ها قادر هستند کلاهک های معمولی یا اتمی را حمل کنند. سامانه گس 400 نیز می تواند با هواپیماها و موشک در شعاع 400 کیلومتری برخورد کند. الکساندر لوکاشنکو توانسته است با سرکوب خشن مخالفان و معترضان بلاروسی جایگاه خود را حفظ کند او در سال 2020 با حمایت موسکو توانست از قدرت خود در برابر اعتراضات شدید مردم بلاروس دفاع کند یونان نفکش حامل نفت ایران را آزاد کرد منابع محلی گزارش کردند که مقام های یونان نفکش روسی حامل نفت ایران را که دو ماه پیش به درخواست ایالات متحده توقیف کرده بود آزاد کرد خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که امروز یک شنبه از پلیس بندر یونان مطلع شده ایم که نفکش روسی حامل نفت ایران که در عواسس آوریل در یونان به درخواست دادگستری آمریکا توقیف شده بود می تواند کشتیرانی خود را از سر بگیرد بر اساس این گزارش مقام های یونان در تاریخ 19 آوریل سی فروردین ماه نفکش پگاس که سپس به لانا تغییر نام پیدا کرد را در امتداد جزیره ای در حالی که حامل هزار تن نفت ایران بود توقیف کردند. جنجال ناپدید شدن 122 هزار پناهنده سوری در ترکیه اظهارات وزارت کشور ترکیه مبنی بر ناپدید شدن 122 هزار پناهنده سوری در دو سال اخیر بدون داشتن هیچ گونه اطلاعاتی درباره مکان زندگی آنها جنجال گسترده ای را در فضای داخلی ترکیه به دنبال داشته تا جایی که احزاب مخالف با حمله به دولت در این زمینه آنکارا را در اداره امور پناهندگان ناتوان دانستند. به گزارش ایسنا به نقل از شرغل الاوسط فائق استراک سخنگوی حزب مردم جمهوری خواه بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه شامگاه شنبه در واکنش به سخنان معاون وزیر کشور در رابطه با عدم وجود اطلاعات در رابطه با 122 هزار پناهجوی سوریهی در ترکیه گفت اگر از آنها بپرسید میگویند ما کشور را اداره میکنیم معاون وزیر چه کار می می کنید 122 هزار سوری را که گم کردید پیدا کنید معاون رئیس حزب به نوبه خود در واکنش به گفته های معاون وزیر کشور ترکیه گفت دولت میزان و حجم خطر فعلی را درک نمی کند. آیا ممکن نیست این افراد به گروه های تروریستی ملحق شده باشند؟ سهشنبه گذشته معاون وزیر کشور ترکیه در جلسه کمیسیون حقوق بشر پارلمان ترکیه اعلام کرد که 122 هزار آواره سوریه از سال 2016 وارد کشور شدند این در حالی است که علیرغم جستجو برای یافتن اطلاعات درباره آنها به مدت دو سال تاکنون هیچ گونه اطلاعاتی درباره اینکه کجا زندگی می کنند و در حال انجام چه کاری هستند در دسترس نیست. به پایین خبرهای این ساعت رسیدیم برای آگاهی از آخرین خبرهای ایران و جهان کانال ما رو سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.